خدا اومدیم با یه قسمت دیگر از یوکاپ. چه جامی داره میشه امروز تو استدیو. دوست و برادر همیشگی خودم، برادر تنی من، کسی که پس متحول کرد، یکی از مثلث‌های اس ام اس، مهدی پسرزی. سلام سوهل جان، چطوری؟ خواهش می‌کنم. نوکرت، اوضاع خوبه؟ عزیز من. همه چی ردیف؟ سوهل جان رسیدیم بازی آخر مرحله حذفی. تشکر می‌کنم از میلاد غفاری. مرسی میلاد واسه وی پی ان. میلاد غفاری بنده خدا هم تدارکات بود، هم بله. بازیکن بود. ماشینش نوار بانت بود، هم چتر. هم داستان داره. هم چتر بود، چه داستان داره ولی خب بازی آخر که دیگه نیمه نهاییو تکمیل می‌کنه. بازی امروز، بازی چهارم یوکا، بازی فلیم حسین و بنیامین که برندهشون میخوره به خود من. چقدر جالب، من الان تو استودیو و میتونم بازیشون رو آنلاین ببینم. خاک پاتم، یعنی برنده اینه با توه؟ بله. مهدی چه بازی کردی مهدی؟ اینو من مونده بود بازی پیش هفته. چجوری هفته خوردی تو؟ چجوری هفته؟ البته تقصیر سمستون نبود. بله اصلا چون خودش کاری نبود. آقا چی کار، چرا هیت میدی به حسام؟ حسام گناه داره، قرمون شکل ما بشم. آقا ما داریم شوخی میکنیم. شوخیمونه. یه چیزم بدنم، فلش بک بزنم. آقای سالار مشیری متاسفانه مثل اینکه چهار سر رونشون دوچار آسیب من شد. با ایشون صحبت کردم، ایشون فوش زیاد به شما داد، گفت دیدم تو این یوکاوت یه هزینه بیمارستان نذاری، شما زنگ نزنید، زنگ میزنه شما ریجکت میکنه. من مصفر هستم. شما مثل که ریجکت میکنه زنگ میزنه، اشکال نداره، ولی سالار جان پاتو اصلا اینجا میبوزم. بازی فلیم حسین و دبنیامین. اون برای من صحبتی ندارم. فلیم حسین یعنی چی اون برای صحبت ندارم؟ بعدن میابود. بعدن میابود. بفهمید شما. فلیم حسین عزیز. بفهمید. من احساس میکنم که فلیم حسین از اونجایی که حاجی نگاه بازوهای اینا رو نگاه. حاجی مطمئنی این خود فلیمه؟ حاجی جدی من احساس میکنم که فلیم حسین یک مقدار بدنی و فیزیکی یه سر و گردن سرتره. این مونتاژ شده عکس. عکسیه کی به شما ربطی نداره. خواستم بگم کلا دبنیامین من احساس میکنم که یک مقدار از لحاظ هوشی برتری داشته باشن، یعنی فیزیکی، ولی نه، ولی چه غلطی داری میکنی اونجا؟ یه لحظه دارم من میگم کنفرانس مطبوعاتی قبل بازی مثل اینکه آماده است. تو چه به نظرت چند چند میشه؟ من میگم فلای میبره. سری بگو، من فکر کنم دبنیامین میبره. سری بریم تو کنفرانس، برمیگردیم همراهتون هستیم. بوس به لپتون. بنیامین عزیز، بله، به نظرت بین تیمای مهدی فز، بله، تانی و امیر موفق که تونستن مرحله رو ببرن، چه کسی به فینال میره؟ ببین اگه بخوام باهاتون صادق باشم، خب قطعا امیر موفق خیلی تیم قوی داره و موفق ظاهر شده تر، ولی واسه تیم ما مهم نیست. شما الان دورتموند رو بیار جلوی ما قرمز پوشیدیم میزنیم، هیچ مشکلی نداریم ما. نظر راجع به بنیامین و تیمش چیه؟ چون گفتن که راحت میتونن شما رو حذف کنن به مرحله بعدی برن. و عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بینندگان عزیز و تهیه کنندگان این مسابقات. آقا من به همه تیم‌ها احترام می‌ذارم، همه تیم‌ها برای ما قابل احترامن و من شرایط یکسان می‌بینم. همه تیم‌ها با انگیزن، خب بالاخره جوونن و جویای نامن، ولی من یه گلگی دارم. اینا دیشب تو سانسی که رفتم برای آمادگی امروز، متاسفانه بازیکن رو استخدام کرده بودم و بهش رشوه داده بودم و زد آشیل ما رو داد دستم و من امروز مربیگری می‌کنم فقط. مرسی. فقط تنها نقدم این بود. اگه این بازی رو ببرید به تیم مهدی فس می‌خورید. بله. به نظرتون میتونید راحت حذف کنید؟ آقا اونا میانگین سنیشون فکر کنم 13. حالا خود مهدی به تنهایی آوردتش رو 13، ولی 11ن. به همین دلیل به نظر مثلا این بازی سخت‌تر از بازی بعدیه. به نظر نقطه ضعف تیم بنیامین چیه و میتونی از کجا بهشون گل بزنید؟ والا بازیکن تیم ما دوندگیشون خیلی زیاده. همه‌شون ماشاءالله تو دوره پیشفصل هم فکر میکنم و بنیامین بازیکن، من فکر کنم 3-4 تا بازیکنش تو قهوه خونه این هفته رویت شدم و ما دوندگی رو میکنیم سلوه کارمون. دوندگی کم تیم بنیامین میتونه نقطه ضعف تیم باشه. بنیامین هم خودش که من خود دارم میبینم الان اضافه وزن داره. یه کوری قبل بازی واسه بنیامین بخونو بریم. والا ما حرفامون رو تو زمین میزنیم، بهترین کوری که میتونم بخونم. نقشه چیه که بتونی بدون درسته فلیم حسین رو ببری و به نیمه نهایی برسی؟ ببین فلیم حسین الکی خودش رو مصدوم کرد. خب الان اومده اینجا میگه آقا من مصدوم نمیتونم بازی کنم، برداشته هر کی که تو زندگی شیده فوتبالش خوب بوده آورده. من رفیقام آوردم، بچهای مدرسه‌مون آوردم، همه با هم بزرگ شدیم، درس خوندیم. اینا چیزی ندارن، این ادا و اصولا که آقا من پاشنم داستان داره اینا نداریم. ما اومدیم مردونه بازی کنیم، ببریم بریم. مرسی از نظرت خوب. قربونت بشم. خدافظ. کوریایی خوندن اینا چی واسه هم دیگه؟ از اول بازی حساس. ببین کوریو ول کن، مهمون داری، چه مهمونی؟ سه
سلطان قلب‌ها، سلطان دایو خاورمیانه، پیتر چک ایران، MHS. به آقا خیلی خوش اومدید. شما سلام عرض می‌کنم اول خدمت بینندگان و بعدش خدمت تمام کسایی که تو استودیو هستن، بچه‌های پشت صحنه، دوربین، صدا، شما عزیزای دل، همه واقعا خاک پات همه چیز. چه خبر ردیفی؟ همه چی خوبه؟ حالت خوبه؟ دلت خوبه؟ همه چی؟ بد نیستم، بازی قبل هنوزش درد میکنه ولی چی شد اونجوری شد؟ چی شد هفته؟ نه من همینجا بذار پاتو ببوسم، بذار پاتو ببوسم. چرا؟ چرا میخواد پای همه رو ببوسه؟ یه جا دیگه بیشوری تو میدی، هرکی من میگم نمیده آقا، این داد صاحب پاشو داد بالا. ولی جدی پاتو ببوسم، دست تو بذار ببوسم، دست آقا ریدم تو دست بذار دست تو ببوسم که شما مانع از این که 15 تا بخوری شدی. نه این که حرفه، واقعا همه بچه ها تلاش کردن که این نتیجه، نه خدایی بگو، نه هم نه واقعی بگو، بچه ها سخت تلاش کردن که ما کمتر از 5 تا نخوریم. نه ولی فوتباله دیگه، یه دور توپ به نفع ما نچرخ توپ این این بازی خیلی بازی مهمتری بله. اصلا ما بله. من یه نکته ای هم بگم، اگر ما یک مقدار خسته ایم به خاطر اینه که این دوتا میزی که داری میبینی هر کدومشون 50-60 کیلوه، خودمون آوردیم بالا واسه همین آقای MHS و سوهیل، سوهیلی که بیشتر من اینو آوردم بالا بله. سری رفتم تو بازی چون بازی اول ما بودیم دیگه. خب شما نظر راجع به بازی ده بنیامین و فرهیم حسین چیه آقای؟ آخرین بازی مرحله هست، میریم نیمه نهایی دیگه بازی بعدی. خیلی به نظرم بازی جذابی خواهد بود. این که فلم مصنوم شده و نیست، فلم نمیدونم میدونی نه، بچه محل قدیمی منه. کجای من؟ کجاش یعنی کجا؟ شما نمیشناسید؟ نه بگو. خب بچه‌ها که میشناسن، بله بچه‌های کرج، دهقان ویلا میشناسن، دهقان ویلا اول، دوم نه، دهقان ویلا اول کوچه نه نگو. خب الان نگو، دیدم یادمون رفتیم اصلا کلا فلیم حسین توی این بازی مصدومه، مثل اینکه قبل این بازی رفته بوده فوتبال، پای راستش مچش، مثل اینکه یه اتفاقی افتاده، باید حتما مثل اینکه عمل بکنه اگه اشتباه نکنم. خودش نمیتونه بازی بکنه ولی حتما از کنار زمین مربیگری تیمشو انجام میده. حالا نمیدونم، ان‌شاءالله که ببره تیمش. ببین بازیشون به نظر من بنیامین و من خب فلیمو که من بازیشو دیده بودم از قدیم. کجا؟ فیزیکی جنگی. کجا؟ خیلی بازی کنه. به شما ارتباط ندارم. من دارم سوالمو کلا با موجی اصلی دارم صحبت میکنم. با من بودی؟ بی شعوری تو؟ آخه زشتی سن جلوی مقای بابا نمیذاره صحبت کنه مهمون. بابا بفهم. بله. دوستان هیچ وقت مثل بعضیا تو حرف کسی نپره. خاک فاطمه. من ببین سوال واسم پیش میاد همون لحظه شما دوباره پرید. بفرمایید. بنیامینم من بازیاشو تو یوتیوب یه چند تا ازش اینور اونور دیدم، بازیکن اصلا دست کم نگیریدش و آدمیه که نمیدونم این حسو از ویدیوهای یوتیوبش میگیرم، آدم باخت نیست، احتمالا رفته چهار تا بازیکن فکر کنم واسه همینم شماره 1 رو خودش پوشیده. من اینجا میتونم ببخشید آقا اگه ناراحت نمیشید من صحبت میتونم بکنم؟ نه آقا این چه حرفیه؟ من هر چی دارم براتون. هر چی؟ آشه نه کلی سوال پرسیدم. ببین یکو من دلیلشو بگم، مس سرویس توی بازیه چیز سرویس به اینجا شرف تو. آقا دلیلشو پرسیدی، من دلیلشو دارم. دلیل هیچ کس نپرسید، ادامه صحبت تو بکن. شاید بچه‌ها بخوام بدونن دلیلو. نمیخوام. او چی سوال خوبه؟ یه بچه دلیلش این بودش که مس سرویس توی بچه ها نمیگم مثلا دلیلش که دارن بچه ها وارد به زمین میشن. قبلش بگم حتما شما... اگر طرفدار دبنیامین هستین قلب قرمز بذارین تو کامنت، طرفدارای فلیم حسین قلب آبی بذارن، رنگش نمیدونم چیه. ترکیو مرسی از حسین برادر مهدی که در اون پشت صحنه حواسش به ما هست. دبنیامین نوک، دبنیامین نوک علی است. چجوری میشه این یکی اونم یکه؟ چون این یه لباس دیگه آورده. چه ولی چجوری میشه اون یکی اینم یکه؟ اینا رو من منظور من میگم اینا رو کلا تورنمنت خارج کنیم. این اشتباه تایپی بوده خودشون این کارو کردن. ترکیب 2-4-1 دو تا دفاع دارن در عین ناباوری. من نمیدونم هیچ تیمی دو تا دفاع نداشته بود، 4 تا هافبک یه دونه مهاجم. نظر شما راجع به این ترکیب چیه سلطان؟ با منی خود حال نشد گفت ترکیب که فکر میکنم هیچ تیمی تا حالا دو تا ببین آقا اینو بده دارم میبینم دیگه بنیامینو نمیبینم چرا آقا از اونجا داره میخونه دیگه. آقا علی اسماعیلی، محمد چشمه، مهدی شادآموز، محمد نوروزی، امیرحسین خزاری و حسین طاهرآموز و وحید رفیعی. به نظرت این تیم میتونه تیم برنده باشه؟ خیلی داره کم دفاع بازی میکنه، میخواد زمین رو از میانه ها
بازی سازی رو شروع کنه میتونه خطرناک باشه. من احتمال میدم هافبک های چپ و راستش تو دفاع برگردن، یعنی LWB و RWB هن میگی؟ دقیقا، یعنی توی دفاع موقع ضد حمله خوردن 4 تا دفاع دارن. خب خیلی سخت میشه، باید بازیکن دونده یو گذاشته باشه اونجا. بله دیگه، حالا اینا تخصص ماست، یه سری ها نمیدونن. به هم سکوتم کردن. بریم سراغ ترکیب بعدی. با من به جون مادرم، من اگه دیگه تا آخر بازی حرف زدم ترکیب بازیه. آقا این داچی در بازی دعوا داره، چی عکسی داره واسه کیپ 3-3-1 بازی میکنه. ترکیب منه آقا. آقا فلکو خودش منیجره. چی میدونه اصلا اومده مجری؟ یوهوی یادم اومد تو فریم اومد. بچه‌ها پارسا رو گذاشته دروازه‌بان و شاید پیروز باشه مثلا. آخرین کی؟ تاها مقیسی. تاها مقیسی گذاشته. مثل این که بچه‌ها دارن میان توی زمین، زودتر بریم سراغ مجری. قیافه ام اچ اس نظرت اینه که فیزیکی ترن؟ من احساس می‌کنم جدی. بنده نه، اتفاقا به نظرم تکنیکی ترن این. دارن میان توی زمین. خب باشه بیان. نه دارم میام تو زمین و بریم بازی رو ببینیم. آقا خیلی دوستتون دارم، برمیگردیم بعد. بریم به گزارش خودم. آقا من برم پس سریع. برو بریم بازی نیمه اول رو به گزارش تویل ببینیم. سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز این برنامه. مرسی از کامنت های مثبتتون برای من. خب بریم سراغ بازی. دست میزنم. چرا دست میزنیم؟ اومدیم با تیم بنیامین و فلیم حسین. تیم بنیامین رو براتون ترکیبش رو میخونم. امیر حسین خزلی، ابوالفضل بابایی، حسین طاهرآموز، محمد نوروزی، مهدی شادآموز و بنیامین. بنیامین امروز شماره 1 رو برتن داره. محمد چشمه، علی اسماعیلی داخل دروازه خوش می درخشه. وحید رحیفی و مهدی هاشمی. تیم فلیم حسین 3-3-1 رو در پیش گرفته. خود فلیم مصدوم، پاشو به چوخ داده. تیم حسین فلیم رو براتون می خونم. ارشیا هوشمند، تاها موقعی، تاهامو اسمش تاها، فامیلیشو نمی تونم بخونم. امیر دوخایی امیر دوخایی شماره 10 رو بتنه. امیر اسماعیل، پوریا پهلوانی شماره 4. امروز فکر کنم این بازیکن پلیر تو واچ بازی باشه. ارشیا فلاحت‌زاده و پارسا حسین‌پور در دروازه. شایان منوری شماره 3 رو میشه. تیم فلیم 3-3-1 بازی. شروع میکنیم گزارش بازی رو با انرژی بالا. یا حسین میتونه بره موقعیت بشه ولی نه. شماره 6 فلیم داره داد میزنه، میگه ارشیا تا پات بره دیما. اوت میشه فلیمی که اومده قوقا بکنه. موقعیت از دست رفت. تیم بنیامین امروز با رنگ قرمز و تیم فلیم حسین با رنگ سبز یکم کم رنگ. تیم فلیم حسین اگه دوست دارید برنده شه رنگ قلبش سبزه، قلب سبز کامنت بذارید تو کامنت. و تیم بنیامین قلب قرمز. آقای موسوی داور بازی امروزه، داور با تجربه یه لیگ برتر. فلیم داد میزنه میگه ارشیا خسته نکن. سر جادو داد میزنه. هی داد میزنه بابا تو معصومی، برو بشیرونیم کد فلیم جان. ارشیا خسته نکن. دروازه‌بان تیم بنیامین بله، دروازه‌بان تیم بنیامین علی اسماعیلی. خطا به نظر میومد. بله داور خطا. داور سود میزنه میگه به من چیزی نگید بابا، من حواسم هست. میگه مرسی. فلیم داخل زمین میره و داور بهش میگه بیا بیرون تا رو خدا، واسه ما شر میشه. بابا فلیم داد نزن، ترسیدم. شماره 4 صادق رو توی محبت داریم فرصت و نه بابا فلیم چه تیمی چیدی. دبنیامی به نظر من میتونه امروز برنده بازی باشه.
دبنیامین امروز عطف خوبی زده بود. مبو خطا برای تیم دبنیامین. فله میگه عرشه با داور حرف نزده. میخواد داره داور کار. به نظر من آقای مهدی شاداموز میخواد پشت توپ قرار بگیره. داور سود میزنه. یک موقعیت بسیار خطرناک میگه که یا حسین در میاره توپ و گلر تیم فله حسین. آقای پارسا از هم بود. فله حسین داره دوباره خودشو مصدوم میکنه. این بار از ناحیه گلو سانت سر فله حسین. تیم سرزنیه. میره فرصت برای امیر اسماعیل. امیر اسماعیل پاس میده به ارشیا بلدزاده. چه پاسکاری میکنه این تیم. فله آروم باش. میگه وینیسیوس باره کلا. من وینیسیوس رو زمین نمیبینم ولی احتمالا لقب یکی از بازیکناش وینیسیوس باشه. میگه شایان خودتی. فکر کنم شایان به فله فوش شد. فله گفت شایان خودت. آقا سعید اعتراض میکنه. آقا سعید میگه من داد زیاد میزنم. عذرخواهی میکنم اگه من داد زیاد زدم. آقا سعید صدا بردار ما. مرسی از آقا سعید. از زحمات شما ممنونم. یه تشکری کنم از خاله بزرگم. همینجوری زحمت زیاد کشیده برای من. گفتم اینجا یه تشکری بکنم ازش. وینیسیوس دستش توپه. میگه بردار برو. وینیسیوس توپ دستش. فکر کنم فلیم رو وینیسیوس حساب باز کرده. یه تغییر جناح زیبا. شماره 5 تیم فلیم حسین آقای امیر اسماعیل پاس میده به گلرشون پارسا حسن‌پور. تیم بازی خیلی آروم در جریانه. شماره 7 تیم بنیامین آقای حسین طاهرآموز پاس میده به بنیامین. بنیامین شماره 1 رو میشینه. یاد مستر بیست افتادم که داخل بازی خیریه شماره 1 رو میشینه بود. بنیامین خیلی ها تو کامنت بهش میگم مستر بیست ایرانی. من وینیسیوس رو تو زمین ببینم خیلی خوشحال میشم. نمیبینمش. حسین پاس میده به شماره 7 تیم فلیم حسین آقای طه مقیسی. پاس میده ولی جایی در پیش نداره. فلیم حسین واقعا داره تیمش رو کات میکنه. فرصت برای وینیسیوس و یه تکل بی نقص. به نظر من بی نقص بود. در حال کارشناس نظر بدن راجع به این توپ داره میاد سمت داور دوم یا حسین. اعتراض میکنن و بله توپ برای آبیه. به نظر میومد به پای آبی برخورد کرده ولی من نظر نمیدم. به من چه اثر. یه ریسپکت بدم به پیمان یوسفی عزیز. آقا شایان باریکالله شایان ماشالله. وای فرصت. ببخشید من یه لحظه فکر کردم پدرم رو سکا دیدم ولی ایشون شبیه پدرم هم. یه ریسپکت به کینگ سولبا اینجا بدم. اگه دوست داری تو کامنت ها با کینگ سولبا مصاحبه همزمان گزارش بکنیم کامنت ها رو بهتره کنید. یه ریسپکت هم بدم به پیمان یوسفی عزیز. من با گزارش های ایشون یک خاطره های زیبایی دارم. چی دارم میگم؟ وسط زمین جریان داره. توپ دست تیم فلیم حسینه. دست حسین ارشیازاده. دوباره داور اعتراض میکنه به میگه بابا فلیم حسین اینقدر تو زمین نرو. فرصت داره تیم فلیم حسین. میخواد بشوته دیدن وای و گلره تیم بنیامین. آقای علی اسماعیلی پاس بسیار بلند میازه برای شماره 9 شون آقای محمد نوروزی. بازی خیلی تنش زیادی داره. فکر کنم این بازی دعوا بشه. پرتنش بازی. این بازی از اون بازی پرتنش هاست. خشن داره دنبال میشه. سف سف در فیش بازی. آقای موسوی چقدر خوشگل شدی امروز. چه بازی؟ کدوم بره؟ اون بره حمله میکنه یا این بره؟ من اشتباه یه رسته بکردم. صورتی باید به اون بره بزنه. پاس به دروازه‌بان آقای اشیا هوشمند. فکر کنم اسمارم دارم اشتباه میگم ولی شما به دل نگیرید. شماره 8 تیم بنیامین.
آقای امیر حسین خضری میره تو. به نظرم این بازیکن بازیکن بازی سازیه، پاس میده به مهدی هاشمی، ولی شماره 5 تیم حسین فلن امیر اسماعیل. حسین فلن داره خودشو خالی میکنه بغل زمین. بکنم اصلا برنامه ی تیم حسین فلن اینه که با بازی روحی روانی بره روی مخ تیم دبنیامین. دروازه‌بان تیم دبنیامین آقای علی اسماعیلی تو با دست میگیره، دنبال یه یار خالیه، یه شوت بسیار پرقدرت برای تیم. به نظر داور آفساید رو اعلام میکنه. آقای موسوی کمک خودش داخل وی ای آر داره، تو گوشش بهش گفتن آفساید. این بازی با امکانات کاملا بالایی داره پیش میره. فلم حسین منو یاد سیمئونه، یکی از بهترین مربیای حال حاضر. یه پا تو پای خوب شماره 7 قدم نمیکنه، داره پاس تو برای شماره 9 توی دروازه، توی دروازه. چی فوتبال، گل برای تیم دیگه. آقای محمد نوروزی گل میزنه، واقعا من گوزبامپ شدم. اگه نمیدونی گوزبامپ چیه داخل یوتیوب سرچ کنید، همون موی تنم سیخ شد. یه بازی کاملا استثنایی، این گل من مشابهش داخل تیم بارسلونا دیدم. بارسلونا به تیم الهلال، این دوتا تا اصلا با هم بازی نکردن. چی داره میگی سوالتن با؟ ولی گل قشنگی بود، بازی یکی داره پیش میده. سلام گفتن این سلام بکنم. من بوسنه میزن، یه گل برای تیم بنیامین. بنیامین تیم جلو افتاد. یه تشکر کنم از مجریان برنامه حسام عزیز. بازی دیگه خیلی داره آروم پیش میره، دیگه خیلی داره آروم پیش میره. علی اسماعیلی ضربه رو میزنه برای آقا. بازی خوشینت بالایی داره، من تصدیدم. او چیه رشت؟ ببخشید من یه لحظه رگ شمالیم زد بالا. چاکر همه بچه های رشت، خیلی دوستتون دارم. من مادرم رشتیه، چرا دارم اینا رو میگم؟ سویل چی میگی تو؟ بله فرصت برای وش، فرصت برای تاها مقیسی. بازی یک هیچ داره پیش میره. گلر تیم فلیم حسین آقای پارسا حسنپور، ارشیا باید بیاد رو دستش. فلیم حسین کم بود، یه بازیکن دیگه داخل خط فلیم حسین اینا اومده داره کوچ میکنه. فرصت برای شماره 8 این تیم امیر اسماعیلی، یه پا دو پای خیلی زیبا میکنه. فرصت برای ابوالفت بچه سوپر واکنه که از دروازه‌بان بنیامین اینا دروازه‌بان دروازه‌بان به بنیامین فوق‌العاده کرده. آقای علی اسماعیلی ماشاءالله که سرچه میکنه. به نظر من این دروازه‌بان خیلی استعداده. خواهش میکنم از استعدادیاب‌های تیم ملی نگاه کنم به این بازی. بنیامین بطری فرد میکنه تو. داور ندید این صحنه رو، اگه داور میدید میتونست کار بده به بنیامین. مصدوم شد فکر کنم شماره 1. چشم من چه قشوره. خود داورم یه استعدادهایی داره تو خودش، توپ رو بلند کرد و نشون داد بابا منم میتونم. آقای موسوی دوست داریم، سوت میزن آقای موسوی. فکر کنم 2 دقیقه بیشتر تا پایان نمونده، درسته داور؟ درسته. فرصت برای محمد، محمد علی پور. محمد علی پور با شماره 9 یه پا دو پا میکنه حرکات تکنیکی، ولی بابا بازیکن شما رفت چی میگی؟ شماره 5 از راست با اون بازیکن 7 دوباره میگه شماره چی میگی؟ یه پاس خیلی زیبا، استوب بسیار زیباتر است. داور به بنیامین اعتراض میکنه. بنیامین و داور دعواشون میشه. تو استاد بعد میبینید کورنر برای تیم آبی، تیم فلیم حسین. فلیم حسین ناراحته. خوش داده پوریا فرصت برای پوریا میده به تاها پاس میده. تاها میتونه، یعنی پاس میده تاها یه با دو با سه با تاها بالاخره پاس رو داد به اسماعیل. به نظر من زیاد دارم با تو بیره. حالا خسته نباشید بگم به آقای سعید صدا بردارمون
خیلی بدش میاد دوست دارم. از سمت چپ محمد نوروزی میخواد پاس بده به حسین طاهرآموز، ولی خودش اون وسط آچمز شده. تو به نظر اوت میرفت ولی نه، داور ادامه بازی رو پیش بینی میکنه. پوریا پهلوانی میگیره تو بازی خیلی خشنه، تو رو خدا آره به خودتون صدمه میزنید شما ها. حسین دیگه داره جر میخوره، حسین نزدیکای جره، خیلی دیگه داره حس میخوره این پسر. آدم باش فوتباله هیچی نیست دیگه، فکر کنم واقعا 2 دقیقه بیشتر نمونده. شماره 5 امیر اسماعیل، نه کشور آده، آقای مهدی شادآموز هدزن بسیار قهاریه، منو یاده پویال میندازه. همونجا خطا بابا، خطا خطا، میگه به خدا خطا نبود امیر اسماعیل، ولی داور به او گوش نمیده. خیلی اعتراض میکنم به داور، فکر کنم کارت بگیرن اگه همینجوری ادامه بخوام. فکر کنم آخرین موقعیت و آخرین توپی که این بازی میبینیم همین باشه. یه جیمی جان میخواست بیاد تو، جلوش گرفتن سکوریتیه. وینیسیوس فرصت داره، میتونه بزنه توپو. وینیسیوس واقعا چه وینیسیوس بازی میکنه. خطا نه نه خطا نبود. آقای امیر دوخایی، امیر دوخایی توپو در دست داره، پاس میده به اشرف لحظاده، موقعیت از دست میدن. شماره 9 در وسط زمین و سوت پایان نیمه اول. یه بازی بسیار جذاب و دیدیم، ببینیم نیمه دوم چی میشه. هیچ جا نرید، همینجا هستیم تا برنامه بعد. فعلا قراره چی بشه؟ این جلوم درد گرفت. خدا وکیل فیزیکی بازی نکرد. حاجی اصلا جنجالی ترین بازی که من تا الان تو رقابت ببین به نظرم تا الان بهترین بازی یوکاپ بوده و فلیموتینگ و بنیامین خیلی بازی خطا داشت. من خدای فکر نمی‌کردم ولی بازی تیم فلیمینو اینجوری باشه. جدی دارم میگم. حاجی ولی شماره 9 دبنیامین، من یه صحنه دیدم تو دفاع تکل زد، تکل درست زد، برای گل زد. آجی گلراشون ولی خیلی تاپ بودن. من اینو واقعا دوست دارم نظر داشتم چه سجبه این بازی چی بود. خاک با تو. میگن که گلر خوب از پدر و مادر خوب هم بهتره. اصلا من قبول ندارم این حرف، حرف آقای قلنوییه. تو این بازی گلر تیم واقعا دبنیامین گل کاش، چند تا شوت خیلی خوب بود. اونور گلر تیم فلیم هم واقعا خوب بود. ولی آخه یه صحنه ای بود خودشون ممنوعه خوردن، بعد از اون به بعد بازی خشن شد، فکر کنم رفت رو مخش. بازی که خیلی بازی خشنی بود، به نظرم داور میتونست چند صحنه کارت بده، ولی شاید تو نیمه دوم اگه همینقدر خشن باشه داور کم کم از کارتش. به نظر داور اصلا درست سود زد یا نه، همه رو درست سود زد یا نه، این دو تا رو همینجوری بذاریم اینو کارشناس داوری نظر بده. ما راجع به موضوعات فنی نظر بدیم. به نظر من یه نکته رو بهتون بگم، متاسفانه این بازی خیلی خشن بود، بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم. بین دو نیمه ما با داور یه صحبتایی داشتیم، حالا داور میگفتش که یه سری چیزا دارن به من میگن که کنترل بشه، و خواستم میگم که کلا این بازی روندش متاسفانه با بازیای قبلی یک مقدار تفاوت کرد، ولی حالا امیدواریم که تو نیمه دوم یک مقدار آروم‌تر بشه. حالا من یه نظری دارم که در نیمه دوم کارت بسیار زیادی خواهیم داشت، حتی کارت قرمز صورتی. قرمز صورت با رفتیم آقا استیتس. خب دبنیامین چند تا تکل داشت بازی؟ ببین چی تکل نزد فلیموسه؟ یه مگه میشه آقا اینا رو کی در میاره اینا؟ من نروردم آقا، به تو چه رفت؟ نه میگم آمار خوبیه، پوزیشنشون 45 در 55 بوده، یعنی 45 درصد تیم بنیامین، یعنی با اینکه صفر گل زدن ولی 55 درصد فشار بر اتن. خب 4 تا شوت زده بنیامین، اینور نصف بوده تقریبا، ولی با اینکه نصف بوده شوتاشون، همه شوتاشون تو چارچوب بوده. دو شوت دو، چارچوب دو، آفساید من نمیدونم چجوری گرفته، ولی یه دونه آفساید داشته تیم دبنیامی. کورنر کیک هم که یک و در عین ناباوری فلیم حسین با تقریبا نصف پاسای موفق دبنیامی تونسته یک گل بزنه با 28 تا پاس، اونور 57 تا پاسه.
خیلی زیبا بود ولی سیوام که دبنیامین یکی زده اما برعکس کن دوستان معذرت میخوام آقا سیوای دروازه‌بان هم سه تا تیم دبنیامین بود و یه دونه هم تیم هاجم نظرت نسبت به این چیزایی که الان دیدی نقطه قوت دو تا تیم رو چیه خب قطعا مهاجمای بسیار خوبی داره تیم دبنیامین و گلر جذابی که ما دیدیم فلیم چی فلیم قطعا همون حرفی که زدم میخواد با هافکای زیاد بازی رو بگیره وسط زمینو بیشتر مالک توپ بوده اون نبود که دبنیامین بود دبنیامین 45 درصد هافبک‌های زیاد دبنیامین بود فلنگ 3 تا بود نه فلنگ 2 تا بود 3-3-1 بازی میکنه فلنگ چی دارید میگید تا درودی دیگر به شما بفرما عزیزم ببین من به نظرم هر نظری که آقا امچس بده درسته ولی من اینجا استثنا هم با مهدی مقام موافقم به قرار دارم میگم ولی الان بچه‌ها مثل اینکه باید بریم توی رخکن دو تیم درگیری شده سری بود دیمین تو رخکن بده این حسین داره پاره میکنه بازیکن‌ها رو بریم با هم دیگه ببینیم آقا نیمه دو هم مثل نیمه اوله من اومدم بیرون یه گل دیگه بزنید بیافتیم جلو تیم رقیب خیلی قویه همینو بریم بالا جلیل سر توپ تو زدن ریباندو نزدن تو گل تیمو داد لاکار این ریبانده رو به بیستا با استوپی کنه همونو بزن دیگه آقا خوبه حالی ما بزن گیری دیمک ما آقا چی دارن میگن اینا تو رخکن؟ دعوا شد. ببین فلیم حسین جوری داشت تو رخکن با تیم می صحبت میکرد فکر کنم دعوا بشه به قرآن. دعوا شد. دعوا که میشه بنیامین خیلی خوب داره تو رخکن مدیریت میکنه بارکلا به این بسر. بریم مهمون ویدیو کالمون سلطان واقعنیای یوتیوب آرمان تئوس بهمون اضافه بشه. سلام عرض میکنم خدمت آرمان دوست و یار قدیمی خودم چطوری بسر؟ سلام به سهیل جان عزیز یه خورده ارتباطات ضعیف خط رو خط میشه سهیل جان. خاک پاتم ببخشید ولی اگه دیلی داشت تماسمون ببخشید خاک پاتم با من سلام کنم نه شما نه شما دیدی دقت که میشناسه بابا این به سر یوتیوبر ما میدونه داستان چیه آقا خاک و همه چی ردیفه کمر چه اینو من به شما بگم که اون گوشی من دیگه یعنی جواب زنگ منو داده شما سلام کمر چطوره کمر عالی خیلی خوب شده دیگه قراره که بیایم تو لیگ بعدی تیمو من جمع کنم میگم نیستی چند وقت هایی همه چی ردیفه؟ آقا دارم صحبت میکنم با ایشون آقا آقا هم بگذاریم اینه نمیذارم اما زنگ میزنم بعد برنامه به شما یه دونه سوال من بپرسم از شما آقا جان بله بفرمین هوادارا میگفتن تیم فلیم حسین خیلی خشن بازی میکرد درسته؟ نظر تو چیه؟ به نظر تو هم خشن بازی میکرد؟ ببین به نظر من تیم فلیم حسین کلن با دروازه‌بانا مشکل داشت هم تیم خودشون هم تیم حریف درسته یعنی تارگت دروازه‌بانا بودن که حذف کنن خودشون بازی کنن فکر کنم به جاشون ولی آره یه خورده خشن بود درست داره میگه آقا ایشون نظرش داره شما سوالی داریم سوال بعدی نمیخوای بپرسی تموم شد مگه صحبتش بله تموم شد آقاشون آرمان جان نظرت راجع به تاکتیک بنیامین چی بود به نظرت به مرحله بعدی صعود میکنه یعنی نیمه نهایی حقیقتا فکر نمیکنم بنیامین جان بتونه کاری از دستش بر بیاد سالم بتونه از زمین بیاد بیرون ایشالله میدونی با یوکاپ داریم صحبت میکنیم یکیچ بنیامین جلو ادادش داشتیم میگید نه ببین اون گل که اصلا آفساید بود از نظر من داداش یکی متر حداقل قبل ما نه خیر دریب کرد گل زد آفساید اصلا دریب کرد یارو آقا بذار من سوال سوم بکنم وسط کاری ما مزاحم شما شدیم از اونجایی که فلیم حسین مربیه و خودش بازی نمیکنه. فکر میکنی میتونه بین دومیمه پلنی بشینه که تیمش کامبک بزنه؟ آره اگه داور رو بتونه بخره آقا این دیوونه آقا نه میگه این میبره نه میگه اون میبره کی میبره کی میبره آرمان من الان یکی چجولا من میتونم بگم تیم بنیامین حقیقتا با اون وضعیت که جمعه تومیه پلنی موسیقی قرآن همین الان که بنیامینی جمعه نیست
آرمان جان خیلی ممنون. ببین من دو طرف رو میگیرم اوکی، یعنی نمیتونم بگم من یه طرف میگم من میدونی چون ترید انجام میدم باید هم این ور رو بگیرم هم اون ور رو بگیرم که به هر حال تحلیل درست در بیاد هر جوری که گفتم. خیلی ممنونم آرمان جان، نظراتت واقعا مثبت بود. ببخشید مزاحمت شدیم، چاکریم. قربونتون، خسته نباشی. خاک پاتم. خیلی خدا یارو نگهدار شما. داشت یه چی دیگه میگفت، بکنم بازی رو ندیده ایشون، احتمالا بازی قبلی رو دیده. بعد میگفت آفساید، اصلا گلش درست بود خدا وکیلی. آقا بچه ها مثل اینکه دارن وارد زمین میشن، ما باید بریم نیمه دوم با گزارشگری سوئد دمت هم گرم نوبت نیمه اول بریم ببینیم. برو توی گزارش وایسا بریم ببینیم نیمه دوم. خدایی دوباره سلام، ما رفتیم یه دستشویی یه آب و موزی خوردیم اومدیم. تیم فلیم و تیم بنیامین سلام، یکیت تموم شد نیمه. بابا خیلی شما بازی شروع نشد و من نتونستم تغییرات دو تیم رو به شما بگم. شماره سه تیم بنی اینا، شماره سه تیم بنیامین اینا، آقای ابوالفضل بابایی پاس به عقب از اونجا، پاس عقب به دروازه‌بانشون. بازی خیلی حساس داره پیش میره، خیلی فشار سنگینی گذاشتن اینجا. بابا به منم فرصت بدید. سوتی دادن تیم بنیامین اینا به اینا گفتن نمیواسن، به من گفتن اینو بگید. شماره سه یه تیم من قاطی کردم رنگا رو. واش آها، بنیامین اینا قرمز بودن و فلیم حسین اینا سفید. فلیم یه وای، دروازه‌بانشون اومد جلو، آقای علی اسماعیلی، اسم عموشون سعیده، عموشون رفیق قدیمیه بابای منه. پاس به آقای محمد چشمه. بعد سوتی بعد شماره ده توپو میگیره. کجا میبری؟ داری وقت تلف. پرتاب اوت برای تیم خطا با سری شروع میکنه تیم فلیم حسین، شماره هفتشون آقای تاها مقیسی از اونجا. این گله به این راحتی ها گل نمیخوره، واقعا گله ره خوب، با خیلی طمأنینه بالا داشت میزد آقای موسوی. میتونه یه موقعیت بسیار زیبا باشه. توپ به داور میرسه، داور سری توپ رو میده دور میشه. شماره ده آقای بنیامین اینا، وحید رفیعی. داور کارت میده، کارت قرمز برای شماره دهشون. بازی جنجالی داره پیش میره، خدایا داور نزدیه بابا. اینجا دارن اعتراض میدن. یه لحظه وایسا، شماره سه آقای من واقعا نمیدونم چی بگم، وحید رفیع اخراج میشه. زشته به خدا اینا، اومدیم اینجا تفریح بازی بکنیم. بازیکنهای تیم بنیامین باید هفت نفره بازی بکنن. وای بابا خیلی خشنی به خدا. کارت برای بازیکن تیم شماره 4 فلیم حسین، آقای پوریا پهلوانی. بازیکنه بنیامین اینا هفت نفره با یکی کمتر به نظر میاد میخواد یه تنه بزنه ولی پاس میده، گلر میاد بیرون ولی توپ اوت میشه. پاسا و سمپور گلرشون میخواد بازی رو پیش ببره. داور میگه بذار بکار بد بزن. داور با این کارتی که داد خواست بازی رو آروم بخوره. من آقای موسوی رو میشناسم، ایشون با تجربه است. پاس برای شماره سه آقای شایان. شایان میخواد ببره تو. شایان داره میبره تو، پاس میده بیرون و آقای علی اسماعیلی در مزیدان تیم اوقاف.
بازی وسط زمین داره پیش میره. امیدوارم بازی خوبی رو شاهد باشیم. بقیه بازی تا الان که خیلی جنجالی بوده بازی و دفاع تیم بنیامین اینا واقعا دفاع استقرسیه، خیلی داره خشن بازی پیش میره. شماره 4 آقای محمد چشمه میتونه کارت داشته باشه ولی من بهتر کارشناسی نکنم. به نظر من این بازی یک کارت قرمز دیگه خواهد داشت. شما میتونید پیشبینیتون رو به عدد 7353 ارسال کنید. اعتراض میکنه بنیامین. بنیامین اعتراض میکنه، میگه آقا این الان نداره. به نظر میاد مصدوم شده باشه بازیکن تیم بنیامین، مهدی شاداموز. مهدی شاداموز به نظر میتونه برانکار بیاد. دعوا دعوا داور داره میگه من هستم، من از اینجا این داره میشنوم. خیلی داره بازی جنجالی پیش میره. امیدوارم زودتر تموم بشه، امیدوارم زودتر تموم بشه. شما نگران نباشید، یه آب بخورید و ادامه بازی رو نگاه بکنید. داور کارت عجیبش در میاره، به نظر میاد کارت خواهد بده. باز کارت قرمز میده، داور به بازیکنه تیم آبی هم کارت قرمز میده. داور به بازیکنه تیم آبی هم کارت قرمز میده. به نظر حسین بود که کارت گرفت. شماره 7 تیم حسین اسخای میکنم. آقای تاها مقیسی، آقای تاها مقیسی هم اخراج میشه بازی. اومد بیرون یا نه؟ بله داره آهسته آهسته میاد بیرون. الان دیدید من به شما گفتم، دیدید به شما گفتم این بازی یه قرمز دیگه داشت. شما اگه اینو پیش بینی میکردید که نکنید کارو بعد کار خیلی واقعا بازی خیلی جنجالی شده. جنجالی ترین بازی این لیگ تا به الان این بود. آقای مصطفی سود میزنه از همونجا میکشه برای شماره 9. یا قبی آفساید، آفساید، آفساید شد. به وی ای آر به داور گفت آفساید. ما اینجا تجهیزات کاملی داریم. پاس میده محمد، پاس میده به تاها. تاها از بغل زمین توپو نمیتونه کنترل بکنه. حسین واقعا داره از اون اول داد میزنه، تیمشو کوچ میکنه از بیرون. شماره 3 از جناح چپ شایان. این بازی به نظر من گل میتونه داشته باشه. یه تکل، یه تکل، تکل آوانتاژ میده داور، آوانتاژ میده داور. وای فرصت خیلی مویی، خیلی مویی، یعنی واقعا مویی. جدی دارم میگم به اندازه یک قطر مو فاصله داشت که میتونست گل بشه برای تیم فلن حسین. با تومنینه تمام آقای علی محمد دروازه‌بان تیم بنیامینی. نه خیلی بهتر از میکنم به داور. به نظر من آقای موسوی کنترل بازی از دستش خارج شده. پارسا حسنپور میخواد بازی رو شروع بکنه، میزنه به وسط های زمین، به وسط های زمین و دور میکنه آقای محمد فلاحت پیشه. میره خودش، خودش پیش میبره توپو، خودش پیش میبره توپو. بخواد میتونه پاس بده، پاس میده به امین. امین میتونه خودش شوت بزنه، شوت میزنه ولی چیزی در پی نداره. پارسا اصلا توپو با کنترل میکنه و میگه آه حالا گرفتم. این بازی تا الان دو تا کارت قرمز داشته. پوریا هد میزنه، خودش دوباره توپو در دسترس داره. بله اوت برای پوریا. اینا پاس میده به محمد. به نظر من تو به قرمز خورده، داور حواسش به همه چیز هست. پوریا پاس میده به ارشیا، ارشیا یه دونه پاس تو عمق میده به شایان ولی هیچ چیزی در پی نداره. شماره 7، شماره 7 میره رو به جلو. پاس میده به شماره 10. از جناح راست میخوان حمله بکنن. پاس میده به دوباره شماره 10 شایان مسلح. میتونه بره تو، پاس تو، پاس تو میتونه بده.
نگه میداره میاره میاره سمت میکنه گول گول دروازه گول برای فلموسه میافته فلموسه مصدومه چه گولی زد پاس تیکی تاکا تیکی تاکا اعتراض میکنه تیر بریامی تیر بریامی اعتراض میکنه فلموسه با وجود مصدومه میره وسط زمین و خوشحالی میکنه بازی یک پیش میره چه بازی جنجالی شده این بازی میتونه به پنالتی بکشه بنیامین میگه این بازیکن کارت نداره همه ی ایرانیان عید فطر رو نمیدونم عید فطر مگه الان چی میگی سوی صبح برخه برات یه تعریف شیر بالر در حاله دوت میزنه خودت جنگ میده فلانت جنگ میده تبریک میگم به من به تو به او داور سود میزنه داور سود میزنه دورو نه در زبا میاد دو خطا به خدا خطا داورش گرفت داور چی شد؟ من نمیتونم ببینم فلیموسه میگه ما داور از دستم آقا سلام ببخشی دستم خیسه فلیم 100% باید هنجره رو عوض کنه بعد این بازی فلیم هنجره تعویض فلیم چقدر داد بیزنی تو پسر بابا من هنجره تو دوست دارم هنجره طلاییه اینا بازی دیگه یک فکر کنم تموم بشه من از همینجا به آقای موسوی خسته نباشید بگم موسوی خسته نباشید بازی وسط زمین با کله چیکار کردیم بازی با کله زد و خطا برای تیم بنیامین اینا مهدی شادآموز پشت توپه فلم میگه با داور حرف نزنه درست میگه مهدی شادآموز یه دونه پاس میده فرصت برای محمد رفیعی محمد رفیعی میگه پاس دو پا میکنه میتونه شوت بزنه ولی دفاع فلم اینا بلاسه موقعیت نفس منو بند چی دارم میگم من چی دارم تو میگه پارسا بودو داور میگه بابا بودو منم میگم بودو بودو نه 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 خب ببخشید من یه وقتایی از خودم بی خود میشم به نظر میتونه اوت باشه بله سوتی دار آخرین موقعیت تیم بنی اینا بنی پاس میده به امیر دوخایی خود بنی که نبود تیم بنی بود میرن دوگه یه دونه یه پاس دو نفره رد کنه دو سات کنه پوریا رد میکنه در میکنه بر میکنه زده حمله برای تیم فلیموسه میتونه چپو ببینه میتونه چپو پاس بده نمیده تکروی میکنه همون بهتر تو بعد دست ندادی خب فرصت داره محمد علی پور میتونه پاس بده پاس نمیده خیلی تکروه این بازیکن تکروه شماره 10 فلیمینا امیر دوخایی بازم پاس نداد و به نظر من میتونه تعویض کنه فلیموسه این باز وجود بابا پارسا این توپا رو گل نمیخوره من عموی پارسا رو میشناسم مرد شریف فرصت داره تیم بنیامین اینا آقای محمد چشمه چرا تو هر دو تیم هست ببخشید اشتباه گفتم اسمش دیگه بازی فکر کنم یک تموم بشه شماره 8 دیگه آخره یه بازیه تو رو خدا وقت طرف نکنید بابا دیگه خیلی داره جنجالی میشیده بازی ببخشید من انقدر دارم داد بزنم منم مثل شما خب آدمم منم دل دارم منم بازی رو دارم نگاه میکنم منم حساس شدم نمیدونم کی میبره کی نمیبره پارسا حسنپور میزنه زیر توپ دیگه به نظر من گلر تیم علی شادمان میتونه بیاد بیرون این علی شادمان اون علی شادمان بازیگر نیست پس تو من بدید نمره 20 پرتاب برای شماره 7 تیم چه پرتابی بود پسر بعد میدادید رو به جلو به منچست محمد کریمپور میره تو بکار بزن آخرین موقعیت تیم بنیامین اینا محمد نوروزی پشت توپه مهدی شادآموز میاد میخواد بزنه شماره 4 دوست داشتنی تیم بنیامین اینا مهدی شادآموز ساد میکنه میتونه موقعیت نه
بازی خیلی آروم داره پیش میره. چی میگی سویل آروم شیه؟ دو تا کارت قرمز گرفتن، کجای کاری پسر؟ یه سلام عرض میکنم خدمت مامان بزرگ خودم. سلام مامان بزرگ. خطا؟ نه چی شد الان؟ خطا برای تیم آبی، به خاطر تمارزی که کردن تیم قرمز پاس میده. یک دقیقه باقی مونده، کی تو این یک دقیقه برنده میشه، تیم فلیم یا تیم بنیامین؟ بعد این تیم اگه مساوی بشه به پنالتی پیش میره. پنالتی هم میگه چی؟ علی دایی میگه، میگه پنالتی گل مفته. اینو علی دایی گفته. پاس برای تیم علی اسماعیلی که دروازه بان بود. واش یه ریسپکت هم به علی دایی اسطوره ایران بدم اینجا. اگه اینجا بود من دستش رو می‌بوسیدم. علی دایی دوست داری. آخرین حمله یه تیم فلیم حسینا پاس و آفساید. گفتم ما تجهیزات بسیار زیبایی داریم در وی ای آر. سوت پایان بازی، همه چی به پنالتی بستگی داره. کی تو پنالتی میتونه برنده یه بازی بشه؟ تونتون حاجی این چه بازی بود؟ دوتا کارت قرمز داشت. اسمش فوتبال. دوتا کارت قرمز داشت حاجی. من واقعا دیگه گلوم دیگه گنجایش داد نداشت حاجی. ولی واقعا شما یه نکته می‌خواستی بگی راجع به داوری؟ دوستان یه نکته من راجع به کارت اولی که داد بگم بهتون، شاید درست اون صحنه رو نگرفته باشن. کارت اولی که داور کارت زرد داد به خاطر طول دادن اون قسمت بود. کارت دومی که داد بعد از کارت اول بازیکن شماره 10 بنیامین فکر کنم بودش، دست زد به نوعی داور رو مسخره کردش. داورم گفت منو مسخره کردی، حالا یه کارت دیگه بهش داد. شاید یه ذره سختگیری کرد داور، میتونست اونجا رو با تذکر بره. رفتن اون مخ داور، بازیکن رفتن مخ داور. واقعا بازی خیلی خشن بود. داور به نظرم باید یه جا بازی کنترل می‌کرد. بنیامین داشت میرفت تو زمین اونجا یه جا چند جا. به خدا دارم ببین الان دارن دوتا تیم هر کدوم پنالتی زنهاشون رو میچینن. ما خیلی تایم نداریم صحبت امچس رو بشنویم. سری پیش بینی تو بگو راجع پنالتی. پنالتی ها ضیافت پنالتی ها رو نمیشه پیش بینی کرد. فقط میتونم بگم دوتا نباز به هم خوردن، یکی که نباختنش از روی مدیریتشه بنیامین، و یکی که از روی نباختن رو به تیمش از روی خشونت. ولی واقعا یکی از قشنگترین بازیه که تا الان دیدیم. بریم سراغ پنالتی. عاشقتونم، من زودتر برم برای گزارش پنالتی. خدافظ شما. خب اومدیم با ضربات پنالتی. درودی دیگر خدمت دوستان عزیز، کسایی که تا الان ما رو تماشا کردن. مرسی بچه ها، شاد باش میگم بهتون. شماره 4 تیم بنیامین اینا پشت محمد چشمه. محمد چشمه من یه روز ازت آب میخورم. فلیمینا، محمد چشمه پشت توپ، گل میزنه یا نه؟ بله، به راحتی تیم محمد چشمه اینا به راست سر میزنه. شماره 8 تیم فلیمینا آقای ارشیا فلاحتزاده گل میزنه یا نه؟ ارشیا فلاحتزاده به نظر میداره راست. دیدی گفتم زد راست و گل. پیش بینی کننده یکی بودم من. زد راست و گل شد. از کجا فهمیدم؟ خدایا جیسس کرایست. پیشینه بازیکن بعدی که میخواد گل بزنه، یعنی نمیدونم گل بزنه یا نه، آقای محمد نوروزیه. نظر کجا میزنه تو کامنت ها بنویسید اینو گل بزنه. خیلی شرایط تیم فلسق و گل و گل. چیپ زد، چیپ زد. خوشحالی عجیب و غریبی هم میکنه و بله شورتو در میاره. یا نه این شورتو در نمیاره. حس میکنم روح آقای جواد اختیاری در من تنیده. اینو گل میزنه، شرایط همه چی مساوی میشه. پشت توپ حرکت میکنه و بگیره توپ، و بگیره توپ. من گفتم این گلر گلر خوبیه، من صدادا رو میبینم. پشت توپ شماره 6 مهمسه میزنه و این راحت گل میزنه. خیلی آروم پاس میده و گل میشه. امیر دخایی، امیر دخایی، امیر دخایی، امیر دخایی. بابا بس کن بابا، چه گلی هستی تو بابا؟ گریه دارم میکنم که بتونی بگرم. به خدا گریه هم گرفته بتونی بابا دارم گریه کنم. خدایا چیه این فوتبال؟ چیه این فوتبال؟ گوسپامپ شدم، گوسپامپ شدم، گوسپامپ. یعنی آماده گلر پشت تو بایستده. درست داری میبینیم ها دیخواد
دیگه میخواد همه چیو تموم بکنه، تموم بکنه. بله تیم بنیامینا به نیمه نهایی خوردن به مهدی. صدای من در نمیاد، گیم صدای من تموم. خدایا خدایا همه ما رو عاقبت به خیر کن. امیدوارم از گزارش من لذت برده باشید. جز خدا خدایی نیست. چشم به هم بذارید. سوئیلی نیست. تا درودی دیگر بهتون. سوئیل در عین ناباوری دبنیامین به مرحله نیمه نهایی به خود من خورد. ببین همین الان من دارم میگم بازی سختی در پیش داری آقا مهدی. من با... یا بنیامین تو داداش با وجود گلر به دو تا سیو کرد. آقا مهدی شما خیلی خوب شده مهدی امروز در مجموع 4-1 به نفع بنیامین شد. گلرش پنالتی گل کرد. همینو میخوام بگم. حالا گل کردن رو کاری ندارم. به عنوان کسی که من به عنوان گلری واقعا قبول دارم باشه. نظر شما خیلی مهمه. عاشق آقا این بیشوره. همه تو کارتون اصلا مهم نیست. کارشناسای داوری کارشناسای فوتبالی باید بگن. نه کسی که تند و شور و اینا. داشتم صحبت می‌کردم. آقا خیلی بیشورید. من تا آخر این بازی صحبت کردم. خرم. منتظر صحبت کنم. آقا به عنوان کسی که یکم شعور داشته باشه. آقا دیگه شعورم واقعا شما خودت اینجا هستی باید نظر به عنوان کسی که گلری نظر راجع به اون دو تا سیوی که دروازه اون دو پنالتی کرد چی بود؟ خب فوق العاده بود. کاری کردش که باعث برد تیمشون شد از یه جایی به بعد، از جایی که واقعا رفت ضربات ملی. تو طول بازی هم سیوای واقعا خوبی داشتش و میشه گفت این بازی مدیون گلرشونه تیم دبنیامی. خیلی یاده کلن سیستم بازی دبنیامی منو یاد بازی ژوزه مورینیو انداخت که به سبک دفاعی تر بازی میکرد. یعنی خود بنیامی خود بازی بنیامی یا مربیگریشون احساس میکنم کوچینگ هم حس میکنم با خودش بوده و خیلی مثل ژوزه مورینیو حس میکنم الگو برداری کرده حداقل تو این بازی. ولی واقعا خود بنیامین هم خدای خوب بازی میکنه. حالا ما شوخی داریم میکنیم. بریم ما هم دیگه استاتا رو ببینیم. استاتای باز 60% تیم پلی موسه و 40% تیم بنیامین. 11 تا شوت زدن اونجا که 8 تاش تو چارچوب بوده. بنیامین گلرت خیلی خوبه. خب آقا پاس ها 106 به 60 92 تا پاس درست داشته. حاجی حالا یه چی بهتون میگم فرض چرا اینجوریه این تورنمنت؟ چرا هر کی داره پاس کمتر میده داره میبره؟ من واقعا میدونی چرا؟ چون اکثریت فکر کنم چون 8 نفره چیده شده پشت دفاع راحت تر تو میره. اگه دقتم بکنی خیلی دروازه‌بانشون اسماعیلی بود اگه اشتباه نکنم. هی مینداخت پشت دفاع. بعد داداش من توی گزارشم هم داشتم میگفتم 9 تا سیو کرد دروازه‌بان تیم دبنیام. حالا همین کارو ببین تو چیکار بکنی؟ من 9 تا سیو کرد هر چی بزنی میگیره. من طرفدار این گلرم. این گلر آینده داره. آقا مچس ایشون که اصلا تو تورنمنت نیست چرا صحبت میکنی؟ من خودم چون بابا من با ناش من نمیشناختم تیمو واسه تورنمنت بعد دهن همه تو مگه میشناختی؟ دهن همه تو سیو کنم مثل اینکه کنفرانس بعد بازی زود بریم سراغ از زایدن. میریم اما MHS یه صحبت پایانی باش بکنیم. دمت هم گرم اومد یا آقا سلطان. دمت هم گرم. یه صحبت پایانی بکن در رابطه با بازی و اینکه به نظرت نیمه نهایی چه اتفاقی میفته. من راجع به تیم بنیامین میخوام یه صحبت کنم که به بعدش چیز بشه، یه ترانزیشن بخوره به نیمه نهایی. اینکه با تیم شما بازی دارن سعی کنید گل اول رو نخورید. باعث میشه که تیمشون نشون داد تو دفاع فوق‌العاده است، میتونه به گلرش اتکا کنه. بازیکناش بازیکنای تکل زن خیلی خوبی هستن. یه دفاع وسطشون بود شماره شدم نمیدونم ریشه نسبتا زیادی داشت. 10 افراد شو یا نه تا آخر تو بازی بودش ولی نه. یه اعتراضای به داور میکرد. خیلی میگم سعی کنید که گل اول رو بزنید. نظر راجع به داور چی بود؟ سوتا رو همه رو درست زد؟ اونو بعد کارشناس داوری بگم. ما اینجا دنبال کارشناس به عنوان کارشناس ورزشی حضور داریم. آقا یه سری راجع به هر چیزی نزد. آقا بریم من. ممنونم از شما که تو مزرد کی بود؟ بریم با هم دیگه کنفرانس مزرد که خدا نیم. به نظر آیه لحظه من قبل سوال شما میخوام یه صحبتی بکنم. ما داور بازی بعدیمون هم همین داوره. وقت تلف کردن زرد میگیره، اعتراض هم زرد دوم. مشخصه میخوان تیم قوی ها حس بکنن. ما ترسیدیم گل بزنیم گل دوم و با نریم پنالتی. گفتیم گل میزنیم دوباره داور یه قرمز دیگه به ما میده. من نمیدونم چرا اینجوری. حالا میخوای شما سوال بپرسید در مورد داور نپرس. ما بازی بعدی هم داریم. اومدیم داخل زمین یه قرمز گرفتیم. بله. من اگه جواب بدم قرمز که نمیگیرم. فعلا نه. خب بفرمایید شما. به نظر نقطه قوت تیمتون چی بود؟ نقطه قوت تیم ما اینه که زرد میگیریم.
سر وقت تلف کردن یه قرمز یه زرد بنفش داور میخواد به ما بده تو بازی بعدی. من واقعا نمیدونم، نه جدی ام، من تا حالا بچه حسابی منو ندیدن تو این همه سال که کار کردم، ولی اصلا پشم ریخته باورم نمیشه. وقت تلف کردن زرد داره، زرد دوم چیه؟ مگه نمیگید یوتیوبه؟ بفرما من جواب سوالای شما رو میدم. به نظرت چرا باختین و چیکار باید میکردین که نکردین؟ فوتبال دیگه، خودم فوتبال بازی کردم، 10 12 سال فوتبال بازی کردم. بچه‌مون جوون بودم، دو تا بازی 86 داشتیم، یه 84 داشتیم، جوانان امیدوار تهران خودشون بازی میکنن. دیگه دیدی خود همه فوتبال رو بذارید میبینن، متوجه میشن تقه زدیم. یه پا دو پا همه دیریب هر کاری بود کردم بچه‌مون، واقعا خیلی قشنگ فوتبال بازی کردم. به تیم حریفم کاملا احترام میذارم، ولی واقعا من مطمئنم بیننده‌ها همه میبینن ما فوتبال بازی کردیم. فوتبالم پنالتیه دیگه، 50-50 یا میزنید میبری یا میبازی دیگه، همین. به نظرتون فکر میکنید تو نیمه نهایی به چه تیمی میخورید؟ تیمی که زرد نپوشیده باشه، فکر کنم امیر موفق اینا باشن. ها امیر موفق که نیست، مهدی پسه. مهدی پس هم زرد پوشیده، یعنی مهدی پس زرد پوشیده، ما رو هم میخوام بندازم با اون، خدا به خیر کنه دیگه. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی واسط کامنت لباس زرد بپوشید، ویدیوهای ما رو ببینید، بازی ما داشتیم لباس زرد بپوشید، اگه دوقلوی قرمز بپوشید. دست شما درد نکنه، ایشالله کارت زردای بیشتر، ویدیوهای بیشتر. مرسی. به نظر مقصر اصلی باخت چه کسی؟ واقعا مقصر نداشتیم، یعنی یه سری موقعیت داشتیم، میگم سر جوونی بازیکنمون یه ذره جوگیر شده بود، دوربین دیده بود اون جلو به جای اینکه توپو بکنه تو گل، چند تا سر توپ زد. اونم طبیعیه دیگه، سنشه دیگه، یه ذره طول میکشه بفهمه اون جلو نمواد با توپ حرکت کنه. حالا اشکال نداره فدا سرش، و اینکه گلرشون خیلی خوب بود، ما مقصر نداشتیم، یعنی واقعا گلرشون مخصوصا تو پنالتی فوق‌العاده بود، تبریک میگم بهش. نظر راجع به داوری چیه؟ آیا به نظر رو نتیجه تاثیر گذاشت؟ داوری فوق‌العاده بود واقعا میگم، یعنی من نمیدونم چرا بازیکن‌ها با داور حرف میزنن، اصلا خودم دوران فوتبالم با داور اصلا حرف نمیزدم. سوتای خوبی زد، کارتاش به موقع بود. حالا دیگه شما به داور بگی بالا چشت ابرو زرد بره، اونجا یه زرد گرفت سر وقت تلف، اونجا هم بهش چیزی گفت. بازیکن ما همینطور از سر بی تجربگی دست بلند کرد، بازیکن تیم حریف اخراج شد. کار داور واقعا فوق‌العاده بود، هیچ مشکلی نداشت، خیلی خوب. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی واسط کامنت گذاشتن رو بهت انرژی دادن؟ هوادارا دیگه همیشه خاک پاشون هم میگه، همیشه لطف داشتن به ما، فقط شرمنده شدیم. یعنی همه حیف این فوتبالی که بازی کردیم نبردیم، یعنی باید تو زمین کار رو تمام میکنم دیگه. به اما اگر کشید بار روانی، پنالتی اول خراب شد، من حالا هوای بچه هایدم، بچه ها بازی رو باختن، یعنی پنالتی ما گل میشد، سومی اونا خراب میشد. میگم تبریک میگم به گلرشون، دم هوادارا هم میگم که همیشه پشتمون میگه. صحبت پایانی اگه بدید؟ صحبت پایانی مرسی از شما عوامل، تیم حریف، تیم خودمون، خیلی حال داد واقعا، فوتبال قشنگی بود. بازم انشالله این برنامه باشه، ما در خدمتتون باشیم. خب سوهی جان، رسیدیم به آخر مرحله نیمه آخر مرحله حذفی، دیگه از این به بعد میریم توی مرحله نیمه نهایی، یعنی دور دوم. تا اینجای کار امیر تاپ و حسام و کلا این چهار تا بازیکنی که داریم میبینیم که توی نیمه نهایی هم هستند، که البته ایشون نیستش، جوز تاپ ساکر هم بهترین آقای گلان. تابچی نمیگم. اینو ما دیگه نمیاریم آقا. تاپ اسکورز، یعنی جزو کسایی هن که داره تنگ میکنی خود. من آقای ابی، اگه این ویدیو محشید عزیز، آقا امیر احسان، هنوز تکلیف آقای گل مشخص نیستش، بریم جدول پاس گلا رو ببینیم، ببینیم اون بر چه خبره. پاس گلا امیر صدره، موست اسیست، نوست اسیست، یعنی بیشتری پاس گل. اینستامون هم که گفتیم دیگه، چی داریم الان اینجا؟ من بوی املت داره میزنه بالا، من دارم بریم نقشه را. آقا مهدی عزیز با اون سیس کت شلواری، من واقعا شلوار شما یه بار کچ شده. حاجی عجب لیگی شده. ببین الان نیمه نهایی کامل تکمیله، هر کدومشون، هم مهدی، من خودم چرا میگم هر کدومشون، هر کدوممون هستن. آقا تو چی میگی؟ تو من تو تورنمنت هستم. ببین از اس ام اس هیچ کس نیست، فقط منم اینجا. آقا الان یه چی خواست ما رو بکوبی؟ آقا اصلا اگه این ویدیو رو میبینی بدون رفیقاتو، من چی نگفتم، این بیشور گفت. نیمه نهایی تاینی خورد امیر موفق، مهدی بس خورد
دبنیامین. بازی بعدی رو باید شما پیش بینی بکنین که به نظرتون ویدیوی بعدی بازی کدومه، دبنیامین و مسی یا اینکه شما رو بوست کردم که ناراحت نشم هیت دادم. بازی بعدی شنبه هفته بعدی یکی از بازی‌های نیمه نهایی اجرا میشه. فالو بدی یوکاپ، فالو بدی یوکاپ یادتون نره. اما حتما فالو بکنید که چیزی پایین نیاد. خدا حفظت. چه 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 چ